آقای ابراهیمی و خانم ماندانا روز یکشنبه مهمان ما هستند در شب شعر در بزرگداشت حافظ، شب حافظ همین یکشنبه پس فردا ساعت 5 بعد از ظهر به بعد در رستوران چاتانوگا در سانتا کلارا، و تشبیرید در خدمتون بزرگداشت حافظ غزلسرای بزرگ ایران رو برگزار خواهیم کرد. امیدوارم که به ما بپیوندید و برای رزرو جا هم می توانید با رستوران چاتانوگا تماس بگیرید. تلفنشون هم هست 408-241-1200 408-241-1200. با امید دیدارتون روز یکشنبه در شب حافظ. خب برنامه رو ادامه میدیم با اشعاری و صحبت‌هایی درباره بانوی شعر ایران خانم سیمین بهبهانی. سیمین بهبهانی را باید به حق بانوی شعر و سخن ایران لقب داد. سیمین پدید آورنده تحولی بسیار عمیق و بنیادی در شعر جدید ایران است. تحولی که سیمین باعث و بانی آن بود به دلیل دانشمندی بسیار وسیع او در مقام یک ادیب در زبان و شعر فارسی است. سیمین فقط یک شاعره بازوق و باقریب نیست، او یک پژوهشگر مجرب و کارکشته در صنعت شعر فارسی است که دانش شعری را با ذوق و قریحه سرشار به هم آمیخته و نوآوری را در شعر فارسی زمان ما به اوج رسانده است. در ابتدا رازهای درون حساس و دل پردردش را در قالب و خمیرمایه شعر سنتی ایران ریخت و غزلیاتی بسیار زیبا و دلنشین رقم زد که زینت بخش جنگ شعر فارسی است و از کارهای حقیقتاً ماندگار. به نظر می آید که سیمین در کار سرودن اشعار سنتی از شیوه پروین اعتصامی پیروی کرده است و غزلهایی که به این شیوه سروده و در کتابهای جای پا و چلچراغ جا گرفتند از لحاظ انسجام و استحکام بدون نقص و از نظر لفظ و مضمون نو بسیار زیبا و دلنشینند. تعداد اشعار سیمین بهبهانی که تاکنون جمع آوری شده از حدود 6500 بیت متجاوز است. شعر سیمین تبلور روح‌افزای اندیشه های عمیق و سرشار از احساس است که با قلم سحرآمیزش بر صفحه کاغذ نقش می‌بندد و به مانند نوت‌های یک آهنگ موسیقی که به مدد آرشه دلنواز نوازنده ای چیره دست مترنم می شود، تار و پود روح آدمی را تسخیر می کند و بر جد بر جان و دل می نشیند. نیلوفری که زورق سیمین براب داشت، جا در هزار دایره سیم ناب داشت. بر سبزه ها ستاره شبنم دمیده بود
در چشمه ها بلور روان پیچ و تاب داشت. من بودم و تو بودی و آن سایبان سبز، دلهای هر دو حکم روان از شباب داشت. دست نوازش تو روان بود چون نسیم، بر سینه ای که روشنی و لطف آب داشت. آن بوسه های گرم که بر چهره می نشست، کی آبدار بود که شهد و شراب داشت. بر بال سبز فام درختان به دست باد، بر ما نثار پول زر از آفتاب داشت. می رفت لحظه ها به شتاب و گریز نور، در خاطرم گذشت زمان کی حساب داشت. عشقی که در شکوه به خورشید خنده زد، دیدی که در گریز نشان از شهاب داشت. اوی خیال بود وصالی که داشتی، بیداری گذشته ما رنگ خواب داشت. می گفت شرح سستی بنیاد عشق ما، نیلوفری که زورق سیمین براب داشت. سیمین بهبهانی مهارت و توانایی اعجاب آورش را در سرودن شعر مدیون تحصیلات و مطالعات وسیع و عمیقش در زبان و ادب فارسی است. نثرش نیز چون نظمش دلنشین و ماهرانه و استادانه است. همگان او را به عنوان شاعری توانا می‌شناسند، لکن کمتر توجه به قدرت و مهارتش در نوشتن نثر داشتند. قلم او خاطره نثر نویسان بزرگ معاصر چون بزرگ علوی، جمالزاده، صادق چوبک، مطیع الدوله حجازی، علی دشتی و سایرین را در خاطر خواننده زنده می کند. سیمین شاعری است پر احساس، عاشق، مبتکر و ابداعگر در صنعت شعر، بدین معنا که طی سالیان دراز مطالعه و تعمق در اوزان عروضی شعر فارسی با بهره‌گیری از ذوق سرشار خود توانسته است تعدادی اوزان جدید را ارائه دهد که پاره ای از آنها به کلی بی سابقه هستند. تلاش سیمین در جهت گسترش و ابداع اوزان فارسی نقش بسیار مهم و استثنایی را در کار نوسازی شعر فارسی در زمان معاصر به گونه ای چشمگیر مشخص می کند. تجربیات ارزنده وی در یادگیری و یاددهی ادبیات فارسی، به خصوص در دورانی که به کار تدریس در دبیرستانهای تهران اشتغال داشت، او را برانگیخت که به احیای اوزان فراموش شده در شعر فارسی و گسترش و ابداع بسیاری از آنان اقدام کند. از این زمان به بعد اندیشه ها و
پیام‌هایش را در داخل این قالب‌های فراموش شده ریخت و عرضه کرد و با استفاده از موسیقی کلام و ریتم وزن و بکارگیری صحیح اوزان تازه‌ای که ابداع کرده بود، به عنوان یک تصویرساز توانا و شاعری مجرب، راه گشای انواع شعر و غزل جدید در ادب فارسی شد.